اینو بنداز گردنش. یه گوله آتیشه، تبش پایین نمیاد. از درد پاش بیهوش شد. کاشی زمادی چیزی داشتیم. واسه تونسته اینجا خودشو بکشونه. سلام خاتم. سلام شیخ. جوان خانوم، جوان خانوم، بیاین بچه ها اومدن. سلام بگی بیان ببینم. خوش اومدی. گوشت میپزی. خیلی خوش اومدی. چه عجب خانوم، من که دیروز اینجا بودم. شما هر روز اینجا باشی عزیزم. حالا خودم کم کم وسایلتو جمع میکنم میارم تو این خونه. مگه نمیدونی اختیار داره این خونه سیمی خاتون؟ خیلی خوش اومدی. ممنون. ابو شکو ببین کیه. ابو شکو اومه شکو. کجایی پس؟ اومه شکو برس به این خانه. بجنبین ساجد جمانه، بجنبین. بیاین کمک کنیم. شما آلوده خورده گرم و زده شده از حال رفته. نمیدونم چشه. برادر شاخه آروم باش. چرا نگران؟ من اینجام. کمک‌های اولیه هم هست. زنگ بزن پزشک بیاد. جمانه زنگ بزن، میخوام دکتر ببینم. خیلی چرا نگرانی؟ اصلا دختر کیه؟ تو هم برس بهش. ببرینش اتاق بالا. خبر اینجا خاتون براتون میگم. مواظب پاش باشین. خدا رحم کنه. اول ما مهمون مریض، نحس شگون نداره. فخر دل خوش اومده. چی شده؟ چه خبره اینجا؟ حالا بعداً توضیح میدم. بفهمید. این خانومه کیه؟ حالا بعداً توضیح. با هواپیما مگه نیومدی؟ نه برگشتم یهو شد. بریم بالا. اینجا نایسین. رانندرم راهی کن بره مادر. بیاین بالا. بفهم شما بفهم. عجله دارم، بس سریع برگردم. خیلی خوب. پس به موقعش با هم حرف بزنیم. برو به سلامتی. برو. شما رو نه نمیخواد دیگه. دورش خلوت کنه. اومه شکور به مطبخت برس. چشم خاطر. ساجده جانم، حمامو گرم کن. برو. چشم. حالش چطوره؟ تبش بالاست. ضربان قلبش هم همینطور. کی این دختره؟ از قوم خویشاست. اومده برای زیارت. خانواده‌اش هم یه چند وقت دیگه میرسن. چه شده؟ شما چرا تو این وضعی؟ اتفاقی افتاده خاتون؟ نه دوا درمون داری؟ یا بگم بگیرن؟ من بهش میرسم تا دکتر بیاد. راجب پاشم نگران نباشین. یه در رفتگی ساده بود، اونم حل میشه. باشه پس بذار بخوابه. بگم یه زمادی چیزی درست کنن. ابو شکور عزیزم اینو بخور. بخور اینو. اسم چیه؟ چی؟ جای درد میکنه؟ هر جات که درد میکنه من دارم ماساژ میدم بگو بهم. عرض فخرالدین گردنشه. تا حالا ندیده بودم فخرالدین اینقدر نگران باشه. یم نکنه خبراییه. کوتا بیا همسه. چی بود اسمت نگفتی؟ اسمش توباست. توبا. این چند روز اینجا میمونه تا وضعش رو برا بشه. جامانه میخوام مثل چشات ازش مراقبت کنی. بله داداش. صبح شما بخیر. پری برای چی دم به دقیقه بیرون رو نگاه میکنی؟ ای بابا ماما میدادی من جارو میکردم. بده من برو بشین. برو. مامان چی شده؟ بازم نفست گرفته؟ نه مادر چیزی نیست. میگم مامان چرا خبری از حاج ملک نشد؟ نکنه اتفاقی براش افتاده. اینجا دیگه کجاست؟ پر جک و جونوره. همه دست و بالمو نیش زدن. نکنه حاج ملک رو دستگیر کردن. توبا رو یه وقت نگرفته باشن. بد به دلت راه نده مادر. حاج ملک گفت چند روز دیگه برمیگرده احتمالا. یعنی ما یه خبر نمیتونیم هیچ جور از توبا بگیریم؟ یا بخ اگه نرسیده باشن عراق چی؟ بس کن دیگه مگه نمیبینی حال مامانو؟ هنوزم پات درد میکنه؟ پماده تو نیاوردی؟ نه نمیخوام. دست خودم نیستی با. دلم شور توبا رو میزنه. همش حس میکنم یه چیزی شده. قراره چی بشه؟ دیگه بدتر از این؟ توبا که جونشو برداشت و فرار کرد. ما ایم که آواره شدیم. دیگه هم انقدر توبا توبا نکن. فراموشش کن. چرا اینجوری میگی دیبا؟ یه جوری حرفی زنی انگار قرار نیست دیگه ببینیمش. حق با دیباست. اینجا نه اسم توبا رو بیارید نه اگه کسی پرسید حرفی بزنید. اگه میخوای توبا زنده بمونه تا زمانی که میریم پیشش و خیالمون راحت میشه اصلا فکر کنید خواهری به اسم توبا نداشتید. قربونت برم. باز دوباره این قدیم دور هم جمع میشیم زیر یه سقف دور یه سفره. هیچ وقت مثل قبل نمیشه چون دیگه آقام نیست. کیه؟ سلام علیکم. ببخشید یه مقدار ماست و پنیر و کره و نون داغ براتون آوردیم. قابل شما رو. زحمت کشیدید دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. دستت درد نکنه. راستی بابت لباسا ممنونم. خیلی بهت میاد. بفرمایید. میل ندارم بعدم میخورم. نمیشه که. دو سه روز تو تب بودی. بدنت عفونت کرده. باید قوت بگیری. اشتها ندارم باور کن اصلا گلوم پایین نمیره. نکنه دستپخت منو دوست نداری. چرا؟ خوشمزه است؟ شوره آره؟ ای بیا دست بخواد ام شکوره، مثل همیشه شور و پر روغن. دختر دستت به نمک و روغن نمیره؟ یا الله خدا رو شکر مثل این که امروز بهترین. بله سعی کنین داروهاتون سر وقت بخورین، غذاتون هم که نصف و نیمه مونده. اشتها ندارم. از حاج ملک خبر گرفتین؟ نه روزش تو این مدت فرصت نکردم باشون تماس بگیرم. یعنی چی نه؟ خب چرا خبر نگرفتین؟ مادر من دلنگرانه. نگران نباشی، نباید خطر کنیم، بعد مراقب باشیم. مراقبت از چی؟ خطر دیگه بدتر از این؟ عرض کردم خدمتتون، تماس میگیرم بهتون خبر میدم. خب بذاری من خودم هم بیام، میخوام با زیور خانم حرف بزنم. شما فعلا بهتره استراحت کنین، تماس میگیرم خبری داشتم بهتون میگم. غذا تو چرا نخوردی؟ گفتم چرا غذا تو نخوردی؟ اشتها ندارم. بخوری اشتهات باز میشه. بذار کمکت کنم. باز کن دهن تو. خودم میخورم. چیزی ازش نمونه. خلاص. اینجا سوپ میخوری؟ بدمزه است خیلی. اسمت چیه؟ سعید. اسم داداشم هم سعیده. تا حالا کسی بهت گفته اسمت خیلی قشنگه؟ خوبه، پس من اولین نفرم. اسمت خیلی قشنگه. میدونستی؟ میخوای با هم بازی کنی؟ نه. گل یا پوچ بلدی؟ چشماتو ببند. باز کن. تو کدوم دستم؟ باز کنم؟ اگه من درست بگم این سوپو میبری بریزی دور. ببین دوستا برای هم دیگه یه وقتایی یه کارایی میکنن. من و تو هم دوستیم دیگه، نیستیم؟ رفیقی. بدویت کسی نبینه ها. دیدی؟ اینجوری میزنم. خیلی خوب. الان نوبت سعیده. من نمیتونم. نمیتونی؟ میترسم. گناه دارم پرنده ها. پرنده ها گناه دارم؟ منم با بیوزه. ایوده. بگی ببینم چیکار میکنم. ساعت. آها. خیلی خوب. بسته کتفت من کمکت میکنم. بگیر اینو. حالا ببین. ببین این نوک اینو با اون نوک مگسک نشونه میگیری و میزنی. هر بار گفتم بزن. 3، 2، 1. آفرین. تو این کارهی بسر. بگی ببین. عامر سلام آقا. سلام. چه خبر؟ قربان اینا فکر کنم به صورت قانونی وارد کشور نشدن. مطمئنی؟ آره، چون هیچ پروازی اون روز از سمت ایران به عراق نبودن. خالی شد. منیه؟ چند لحظه گوشی رو نگه دار. مطمئنی؟ بله کاملا مطمئنم. حق با تو بود. فخرالدین یه چیزایی رو پنهان میکرد. من ساعت و روز ورود فخرالدین و مهمونشون رو چک کردم. هیچ پروازی از ایران در اون روز به عراق نبوده. یعنی فخرالدین دروغ گفته. خب چرا باید دروغ بگه؟ خب معلوم میشه. در ضمن با مشخصات سیمین و فخرالدین کسی از مرز زمینی هم وارد عراق نشده، یعنی اونا قاچاقی اومدن. پس بگو چرا سر و بعضشون اون شکلی بود؟ خب چرا باید اینطوری بیان؟ خب یا تحت تعقیب بودن یا ممنوع خروج، دنبالشون بودم. شاید هم دنبال دختره بودن. احتمالا فراریه. تو نگران نباشت، من پیگیر میشم. نه لازم نیست، یعنی مهم نیست. مهم نیست؟ باشه خداحافظ. بله. سلام آقا، صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. از ایران تماس داشتین، از تهران. تهران؟ نگفت کی؟ نه ولی گفت کار واجبی داره و دوباره باهاتون تماس میگیره. بله. خواهش میکنم. سلام آقا. سلام. یه اتفاقی افتاده. چی شده؟ کی؟ ساجده بشکه نفت رو پر کن، نذار برای آخر هفته مهمون داریم. ابو شکور. بله. دو تا گونی اضافه کن، قربونی هم بشه 3 تا. خامه شکر رو سوختگی میاد. کجایی؟ یه سر به مطبخ بزن. خاک بر سرم، خدا از آن سوخت. سلام مادر، خسته نباشی. این موقع ظهر خیره انشالله. چته؟ چرا پریشونی ماما؟ سلام. چی شده؟ خبر خوبی ندارم. دیگه رو بریم بشینیم. یا حسین، خدا بد نده. چیزی بگم؟ حاج ملیک به رحمت خدا رفت، کشته شد. رسول چی؟ کل خانواده دستگیر شدن و زندانن. هر روز شکنجهشون میدادن. حاج ملیک قلبش ضعیف بود، طاقت نیاورد سکته کرد. خانواده توبا؟ فقط حاج ملیک از جوشون خبر داشت. وقتی هم زیر شکنجه مرد، تا قبلش لب از لب باز نکرد، هیچی رو اعتراف نکرد. الانم هیچ کس از جاشون خبر نداره. به ابو شکور گفتم برای آخر هفته چیکار کنه. خاتون جان هیگیر باش. خاتون جان، سلام خاتون. خاتون سیمی، خاتون سیمی جان، خاتون فعلا دختره بوی نبره. نمیخوام کسی بفهمه. سیمی جان، الان شما عزادارین، چی کار میخواین بکنین؟ دختره بفهمه، ترس تو دلش میفته. سیمی خاتون، خاک به سرم. خانم شما چرا؟ با سلام سر رفته بذار کمکت کنم. نه نمیشه. چرا آخه؟ زیر پای خودم میدارم اینجا زندگی میکنم. نه بابا خانم بفهمن دعوا میکنن. ابو شکور بله خاتون. چی شد این قصه؟ اومده داره کارشو انجام. خیلی خوب. اینجا چه خبره؟ مهمونی برای چیه؟ آخرین شب جمعه هر ماه نظری میپزیم. رسم خدا بیامرز حاج اسدالله خانم مهله خانم بود. اینایی که گفتی کیان؟ پدر مادر آقا فخرالدین دیگه. مهله خانم که فوت کرد، سیمی خاتون شد زن حاج اسدالله. اون هم این رسم ادامه داد. یعنی آقا فخرالدین پسر واقعی سیمی خانم نیست؟ نه، همشون بچه‌های مهله خانومن. مهله خانم عراقی بود. بچه‌هاش هم همه عراق به دنیا اومدن. نوه‌ها هم همینطور. ولی تو این خونه همه از بچگی فارسی حرف میزنن. آقا فخرالدین یه جوری با سیمی خانم رفتار میکنه من فکر کردم مادر پسر واقعیه. نه بابا، سیمی خاتون اصلا بچه نداره. ولی خب آقا خیلی حرمتشو داره. اصلا رو حرفش حرف نمیزنه. تو میدونی این چیه؟ واسه آقاست. هرزه. با تربت کربلا نوشته شده. بنداز گردنت. ازت محافظت میکنه. بیا دیگه. میخوام خونه اونو بهت نشون بدم. اینجا اتاق مهمانه. اینجا اتاق سیمین خاتونه. بیا تو. اینجا اتاق من ساعده. چه اتاق قشنگی. رادیو هم داریم؟ ایران هم میگیره؟ خرابه. گوش که میکردم صدای ساعد رو اذیت میکرد. خرابش کرد. بیا این پرنده رو نگاه کن. برای ساعده. داریم از مصر رو برده. حرفم میزنه ها. چقدر قشنگه. فارسی عربی. بیا بریم بقیه جا رو بد نشون بدن. بیا. اینم میخوای با خودت بیاری؟ اینجا اتاق یه مهمان دیگه است. اینجا اتاق عمومه. هیچکی بدون اجازه نمیتونه بره. باور نکردی حرف میزنه؟ نه چیزی نگفت. بگو سلام. بگو سلام. کی بود؟ من بودم. ببین چقدر قشنگه. بگو سلام. بگو. احتمالا فقط جواب ساعده بده. فرار کرد. وایسا اینجایی. تو میدونی چه جوری میشه ایرانو گره؟ نه ولی خاتون میدونه. میخوای ازش بپرسم؟ احتیاجی نیست. سلام. برو به کارت برس. میخوام از خانوادم خبر بگیرم. نمیشه. وقتش که شد یا من یا سیمین خاتون بهتون یاد میدیم که چجوری شما رو بگیریم. خب الان نگرانشونم. الان به هم بگی. متاسفانه ناچارین صبوری کنیم. از این ببرم اگه سوالی داشتیم بجای اینکه از ساجده بپرسین از بزرگ خانواده بپرسین. هر خونه این قاعده و قانون خودشو داره. بزرگ این عمارت هم سیمین خاتونه. قوانین هم ایشون تعیین میکنه. معنای دعوا ندارم. ظاهرا این برای شماست. پیشتون باشه. احتیاجی نیست. گفتم پیشتون باشه. هر زنم جوادم. ازتون مواظبت میکنه. پس تا موقعی که خانواده‌ام بیان پیش خودم نگهش می‌دارم. انشالله. بابت تو راه اومدنم از ایران خیلی تو زحمت افتادین، ممنون. وظیفه‌ام بود، کاری نکردم. کجا رفتی؟ بیا. کجا رفتی؟ خانم مهمان داریم. جناب شیخ تشریف آوردن با همسرشون. سلام بفرمایید. بفرمایید شیخ. خوش آمد. سلام. سلام علیکم. سلام. احوال شما؟ خیلی خوش آمدید. بفرمایید. بفرمایید. قدم رنجه فرمودید. چشم ما روشن. چه عجب از این طرف ها همسه جان. گفتیم هم بیایم ساید رو برسونیم، هم اینکه یه احوالی از شما بکنیم. کار خوبی کردین، خوش اومدین. ابو شکور قلیون چاق کن، قهوه‌ام دم کن. اون قفس منه؟ قفس منه؟ پرندم کو؟ باتون پرندم کجاست؟ فرار کرده. بیخود کردی بهش دست زدی، اصلا کی گفت بهش دست بزنی؟ من می‌خواستم احمق دست و پا چلفتی، از قصد این کارو کردی، بیارزه نفهم. باز چی شده؟ پرندم رو ولش کرده رفته. همون که دایی برات گرفته بود؟ بله. حیف شد، پرنده با ارزشی بود. بچه‌ام دیگه، بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید بالا تشریف داشته باشید. ممنون. میدونم باید چی کار کنم، همه اصفا بازیاتو میریزم تو آب. من فقط میخواستم به توبا نشونش بدم. سعید مقصر نیست. سلام. میخواست پرنده رو به من نشون بده، یهو پر زد رفت. یکی برات میخرم. تو دیگه کی هستی؟ اصلا بیخود کردی بهش دست زدی. سعید مؤدب باش. ایشون باید توبا خانم از قوم و خویشا هستن، اومدن برای زیارت. توبا خانم خوش اومدید. ممنون. من پرنده‌مو میخوام. خیلی خوب سعید جان. حالا اتفاقیه که افتاده مادر. معذرت میخوام، قول میدم جبران کنم. نگران نباش سعید جان، یکی دیگه برات میخرم. با اجازتون. توبا خانم ببخشید، اتفاقی افتاده، چرا پاتو میلنگه؟ چیزی نیست، تو ایران پیچ خورده. برو مادر. ام شکور پس چی شد این قهوه؟ عذرخواهی میکنم، میرسم خدمتتون. وایسا ببینم کجا رو در رفتی؟ حالا ببین کی گفتم این دختر بد قدمه. آقا این دستگاه آلمانی چی شد؟ مشکلی ندارم، من چند باری باهاشون صحبت کردم و جلسه گذاشتیم. نمونه دستگاه هم دیدم، میتونیم یه خط تولید جدید برای بزنیم، ولی برای خرید خودت باید بری آلمان. شما نمیان؟ نه، گرفتاره. چشم. از رسول چه خبر؟ از بیمارستان مرخص شد؟ بله، بعد از فوت پدرش مجبور شدن از بیمارستان مرخصش کنن. از اون ستقالی ما چی خبری نشد؟ یکم حالش مساعد نبود، با این حال من صحبت کردم، بی اطلاع بود. ببین ما پول اون ستقالی رو دادیم، باید هر چه زودتر برسه دستمون. مشتری داره این بر بال میزنه، میفهمی که؟ میفهمم، اما خب باید اول بفهمیم که قالی‌ها تو کدوم انباره. یه وقت قالی‌ها رو ندزدیده باشن. اگه اینطوری بود خبرش میپیچید تو بازار. یه احتمال جاشون امنه، فقط باید بفهمیم که تو کدوم انبارن دیگه. بعد دست به جنبونی. یه وقت جای اون قالی‌ها ممکنه بعد باشه، نم بکشن، بپوسن. اون قالی‌ها برای ما خیلی ارزشمندن. به جنب ببینم چیکار می‌کنی. هر خبری هم شد من اطلاع بده. چشم، خداحافظ. خداحافظ. این شو زندگی این قاتلای فراری. آروم دیما، یکی صدامونو میشنوه. بشنوه چیکار کنم؟ حالم داره خودم به هم میخوره. نه یه لباسی نه همومی، هیچی نداریم. حتی آب داغ هم نداریم. تحمل کن، الان آب داغ میشه میارم برات. امروز آب داغ آوردی، فردا چی، هفته بعدش چی؟ تو ابد که نمیخوایم اینجا بمونیم، میریم دیگه. کجا میریم دلت خوشه؟ پیش کی؟ پیش کی؟ پیش توبا. توبا؟ توبا رفت پی زندگیش. حاج ملکم دنبال این بود که فقط ما رو دست به سر کنه. سرما زده به مغزت، داری چرت و پرت میگی. من دارم چرت و پرت میگم؟ آره. ما الان نزدیک 2 هفته است اینجاییم. حاج ملک کو؟ چه میدونم چی بگم. اینجا بمونیم عمرن کسی بیاد سراغمون. حالا میبینی. مامان باید برگردیم تهران سراغ حاج ملک. ما جایی نمیریم، همینجا میمونیم. چرا؟ نشنیدی حاج ملک چی گفت؟ گفت اگه میخوای زنده بمونید از اینجا تکون نمیخورید. مامان جان یه لحظه صبر کن، حداقل میریم اونجا یه سر و گوشی آب میدیم، شاید بتونیم. همین که گفتم. پری بیا این منقلو ببرین کرسی و بذار دیگه. الان میارم. پری بیا خودمون بریم. نشیدی مامان چی گفت؟ بگو جرأتشو ندارم. اگه الان تو با کله رفته بودی. ترسو. اینجا وایستدی، مدرسه دیر میشه ها. بیا ببینم چی شده. من از مدرسه خوشم نمیاد. چی خوشش میاد؟ البته من خوشم نمیاد. نه که با خواهرام توی مدرسه بودیم، تو زنگ تفریح کلی با هم دیگه مسخره بازی در می‌آوردیم، میخندیدیم. الانم خیلی دلم براشون تنگ شده. الان کجا خواهرات؟ نمیدونم، ولی قراره بیان اینجا. اینجا پیش ما؟ به کسی نگی ها، این رازه. تو هم با ساید توی مدرسه ای که با هم دیگه خوش بگذرونین، بعدم بزرگ میشی دلت برای این روزا تنگ میشه ها. ساید دوست داره پیشش باشه. چرا؟ میگه بیارزه آبرومو جلو بچه ها میبری. قربونت برم، برای همین دوست نداری بری مدرسه؟ و چرا دوست نداری بری؟ ببینمت. مگه من و تو رفیق نیستیم؟ مهم بگو. 2 نفر من تو مدرسه اذیت میکنن، میزنم. غلط میکنن. به ساید بگو پدرشونو دراره. گفتم ولی هیچ کاری نکرد. مگه میشه؟ خب به عموت بگو. به عمومم گفتم، گفت خودت باید حلش کنی. خب حلش کن، نزنی میزنن تا. بلد نیستم. من بهت یاد میدم. کفگرگی بلدی؟ اینجوری میکنی دستتو، اینجوری میکوبی تو کلش، بعدم یقهشو بگی با کله بزن تو دماغش. سلام. همه که مثل بیدلیل کاری نمیکنه. واو. بیدلیل وارد رابطه میشی. بیدلیل پیشنهاد ازدواج میدی. بیدلیل میذاری میری. رسوایی زن شهر کوچیک، حرف دهن مردم. باید باش کنار بیاد. کنار میاد. نه، نمیتونم بیام. داوود! دست از سر بابا من بردار! عباس جی! داوود! گوش کن بیرون! چرا این اخوالت نپرسی؟